شاید فاز مالی خوبی نداشته باشیم ولی بدبخت نیستیم. ما بدبختیم، خیلی بدبختیم مامان. چه خدا رو خوش بیاد چه خدا رو خوش نیاد، مشکل کار اینجاست که شما رو خدا خیلی حساب کردی. یه سر چادر نماز سرت داری سجده میکنی، فکر میکنی قهر خدا چه کار بکنه؟ به کجا رسیدیم ما؟ خدا رو یادت رفت، فقط ببین کی چونش میکنه. من خدا رو فراموش کردم یا خدا ما رو فراموش کرد؟ قضیه جدیه، شر میشه. ایام خدا حرف بزنم یک کار بزنم. بله بله، دقیقا با این کار تو معرفی شدن افکارتون به جامعه سعی باشه. بعدن میخرم. برو همون که دوست داری رو بخر، بنز کافی پول تو حساب هست. جدا؟ درست مثل نظرهایی که مردم خرج اعتقاد و ایمانشون میکنن. این پولا کاملا حلال بود، چون بدون درخواست نیاز از شعور جمعی مردم تأمین میشد، نه از یه آدم خاص یا یه سازمان خاص که شما منتظر شنیدن اسم اون از زبون من هست. ایمیلی که فرستاده بودم من با هیچ کس رابطه نداشتم، باور کنید اتهامه. شاگردا چی؟ اونا از موقعیتشون و تو سوء استفاده نکردن؟ خبر نداری؟ یه داری چیزی رو از ما پنهان میکنه. چند بار تصمیم گرفتن بر کنارت کنن، هر دفعه یه جوری مصمتش کرد. هم که شوخی ندارن، اونا یه حرکت جدی میخوان. خود خرج نمی کنن که تو اونجا راست راست را بری چایی بخوری. این مکالمه امنه؟ چرا فکر میکنی بیشتر از من میفهمی؟ دفتر مرکزی داره جا به جا میشه، یه سری تغییرات کلی داره تو سازمان به وجود میاد. با آدم های جدید دیگه رفیق نیستم، اونا کار میخوان، میفهمی؟ دیگه بیشتر از این؟ بیکار نبودی، ولی اولا اتفاقی هم نیفتاده. الان فرصت آخره، هم برای تو هم برای من. یه کاری باید بکنی. خب اگه آدمات نمیتونن خودت برو وسط. اگه کاری نکنی هم پولمون میره هم آبرومون. نه نه ترس، حواسم هست نمیره. از من نشنیده بگیر، دارم به تقلب میرسونم. این قضیه برای سازمان خیلی جدی شده، خودشون دارن روش کار میکنن. خوبیش هم اینه که پای حقوق بشر رو وارد این ماجرا میکنه. ببین اینا میخوان یه کاری بکنن که ایران بره زیر بار نظارت گزارشگر حقوق بشر برای بازرسی از زندان‌ها و اعدامی‌ها و اینا. اجازه دیدم تو شبکه‌ها. کجا میری؟ کی بود؟ رئیس سازمان ملل بود، فرستادمش یه دوتا نون بربری بگیره بیاد. کی بود؟ بیتاس دیگه. نمکتون. موضوع برای سازمان خیلی جدیه، خبر موثق دارم. این از راه سیاسی براشون خیلی بهتره، پروپاگاندا داره. چرا اینا رو به خودم نمیگن؟ واقعا متوجه نیستی یا؟ اونا میخوان تو رو بزنن کنار، مهره سوخته ای براشون. غلط کردم، از من گفتم بود. نگیر آقا، نگیر دیگه، نگیر آقا، حمایت حمایت.
نگیر آقا، نگیر میگم آقا، نگاه آره میکنم، نگیر آقا، نگیر آره دیگه، اصلا میدونی چی؟ ما جونمونم واسه استاد دیدیم، اصلا ما هیچ چیزی واسه از دست دادن نداریم، اصلا میدونم شما خبرنگار یه مال اینایی، آقا نگیر دیگه، میگم نگیر دیگه. بارکا، بارکا، آزاد باید گردن، 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 بارکا، بارکا، حمایت، حمایت، بارکا، بارکا، حمایت، حمایت. باقیش از دور گرفته شده. با اینش کار میکنیم؟ خیلی هاشون دستگیر میشن، بعدم که آزاد شدن دوباره میان. یکی رو ببین، خودم تا حالا 4 بار دیدمش که اومده، کار و زندگی ندارن انگار، هر روزم تعدادشون بیشتر میشه. ما هم دستور داریم فعلا باهاشون مراعات کنیم. چیزی دستگیرت شد؟ اون جوان آخریه، مصاحبه اونو بیارین، اون که میگفت جونمو میدم، این دروغ میگه. حالت چشمش، ابروهاش، نگاهاش، این حرف مال خودش نیست، داره دروغ میگه. احتمالا بهش گفتن اینو بگو. اتفاقا همکارم میگفت مخصوصا رفته سراغ این یکی، ظاهرا تازه وارده. امروز قراره آمارشو در بیارن. بقیهشون اما شاگردای باراکان، اکثرشون هم پرونده دارن. قاعدتا یکی از براشون لیدری میکنه. فکر نمی کنم اینا ریگی به کفششون باشه. این یکی چی؟ یعنی میگی پیداش کنم بیارمش اینجا؟ نه حالا اینطوری، ولی باید بفهمیم از کجا هدایت میشن. سلام جان. سلام. علیک سلام. خب سعید جان بگونم چی داری برامون؟ من در خدمت شما. بفهمه پیش بکنم. ببخشید. یه سری از رفتاراش در حال تکراره، یعنی کاملا غیر ارادی اونا رو تکرار میکنه. وقتی باهاش صحبت میکنه در ازش سوال میپرسید، دوبار پاشو میندازه رو پاش. ببینید چه جوابی بهتون میده. مگه الان مشکل مالی داریم؟ یعنی شما نمیدونید؟ بله. حالا ازی کردیم؟ پول نداشتم که همسرم رفت. حالا بعدی ببینید. من با هیچ کدوم از شاگردام ارتباط نداشتم. باور کنید اتهامه. شاگردا چی؟ اونا از موقعیتشون و تو سوء استفاده نکردن. خبر نداری؟ اینم دومین بار. داره دروغ میگه؟ احتماله. هر دو جا. این که میگه من مشکل مالی دارم احتمالا داره دروغ میگه، پول زیاده دستش. ولی ما همه حسابای مالی این آدمو بررسی کردیم، تو این سالا هیچ پول غیر متعارفی به حسابش نیومده، جا به جایی پول هم نداشته، هم خودش هم همسرش. سازمان ثبت اسناد هم گزارشی در مورد خرید ملک به نام خودش و خانواده‌اش اعلام نکرده. طبق گفته خودش فقط یه پول درشت 2 سال پیش به حسابش میاد که برامون تعریف کرد. با همون پولی که اون شب به حسابش میاد بلافاصله یه ماشین میخره به نام همسرش. اسم شخصی که براش پول ریخت چی بود؟ دلیری قربان. میگه طرف خودش رو دلیری معرفی کرده، ظاهرن یه مدرم تو کلاس ها شرکت کرده و بعدش هم از ایران رفته. بعد از اونم خبری ازش نیست. طبق تحقیقات ما پول از حساب خانمی به نام دلیری به حساب باراکا واریز شده. پول درشت بعدی هم که لابد از یه جای دیگه بوده. اون که استاد دانشگاه بوده، وضعیت مالی بعدی هم نداشته. خودش که اینطوری میگفت. ما هم تو همین موندیم. من برام سواله، یعنی واقعا آدمایی پیدا شدن که برای پرت و پلاهای این آدم اینقدر پول بدن و هیچ کدومم در دسترس نباشن. مورد دوم کجا بود؟ اونجایی که میگفت من از آزار و اذیت جنسی شاگردان بیخبرم. اینا دیگه مطمئنم کار خودشه. نه، کار خودش نیست،
ولی خبر داره چه اتفاقی افتاده. احتمالاً میخواد از یکی حمایت کنه. شاید هم میخواد شاگردشو تطهیر کنه. منم حدسم همینه. پس وقتی آوردیمش اول با مورد دوم شروع میکنیم. اگه وقتی داره در مورد تجاوز حرف میزنه استرس داشته باشه، بهمون ثابت میشه که در مورد پول اشتباه نکردی. اون موقع معلوم میشه که کمک های مالیش از طرف مریداش نبوده که هیچ، خودش هم اونا رو میشناخته. اینجوری که فقط معلوم میشه حدسمون درست بوده. از کجا پیداشون کنیم؟ باراکا حرف نمیزنه. اینقدر مطمئن نباش جوون. اگه پیگیر اون کارگرم بشیم ممکنه ما رو یه جایی ببره، بتونیم یه ارتباط بین حسابای مالی و باراکا پیدا کنیم. باشه، ممنون. به کارت برس محبی. بریم جناب سرگرد. خانم این آقا دیوار راستو میرفت بالا. خودش یادش رفته مثل این که خود تعریف کنیم ببینید چیکار میکردیم. یه بار شما بابا یه مسافرت یه روزه رفتیم. نه سعید تو رو خدا این یکی رو دیگه نگو، خواهش میکنم. اصلا نمیخواد بگم ببین چیکار کردن که بعد از 20 سالم نمیخوان تعریف کنم. بذار بگم اینا. صبحش که داشتین میرفتین از ما قول گرفتین که بچه خوبی باشیم و چیزی دست نزنیم. شما هم ساده. بابا یه نگاهی به ما کرد و خندید رفت. عشان فهمید که ما این بلای سر خونه قرار بگیره. بابا من گفتم بیا مثل دوتا بچه خوب بشینیم کتاب داستان بخونیم. سارا گفتش که بیاین داستانه کارگاهی خانم مارپل رو بخونیم. اون موقع بابا کتابه کامل آگاتا کریستی رو داشت. آره
ما رفتیم سراغ کتابخونه بابا، چشممون افتاد به کتاب رابینسون کروزوئه. کلی بهش التماس کردم که بیا اینو بخونه. منم بهش گفتم منم قول میدم به دو شرخمو بدم باش بس. نه خیر، گفتم نمیخوام، پولم نذار، من حوصله ندارم، این کتابو صد بار خوندم. بهش گفتم این دفعه بیا اینو بازی کنیم. بعدش نمیاد. گفتم بازیش تو خونه مگه میشه؟ هیچیا، ما چادر نماز مامانو برداشتیم کردیمش خونه. گلدون اتاق شما هم برداشتیم زیرش گذاشته بچه درخت، چادر علم کرد. مثلا تو جنگل. یا خدا تفلک ماما. بقیهشو بگو. جالب شد. آره جذاب شد، بقیهشو بگی. چه جذابی. نمیدونی چه کردیم ما. من گفتم اینجا جنگل خطرناکه، بعد هیزم جمع کنیم گرگا حمله نکنه. اینجاشو گوش کن مادر من، رفتی هر چی دفتر مشق قدیمی داشتیم ریختیم تو قابلمه کاغذ بطلم جمع کردیم آتیش رو شکر، باید موتی رو میدیدیم. من گفتم الان بارون میاد آتیش خاموش میشه، این گل پسر شما هر چی کاغذ توی خونه بود رفت جمع کرد آورد ریخت توی قابلمه، یک دفعه آتیش گور گرفت. این ترسیده بود من از این بیشتر، هی باد میزدم که خاموش، این بیشتر شعله میگرفت، شاخه‌های گل شما هم سوخت. من جیغ میزدم، این هول میشد هی باد میزد. اونا رو به کیا سپرده بودن؟ دیگه هیچی دیگه، جنگل آتیش گرفت، گرگا هم فرار کرده، ما هم دست به دامن بابای خدا بیامرز شدیم، گفتیم که داستانو یه جوری ماسمالی کن. اونم دمش گرم گلدون رو قایم کرد و یه دونه گل مثل همون خرید، کاش تو همون گلدونه. چقدر خندیدیم از دست شما دوتا. مامان من جای شما بودم همین الان که فهمیدم جفتشونو میکشتم. همش خدا خدا میکردی مامان متوجه نشه، یادش بخیر. خیلی هم خوشحال نباشین که من بیخبر موندم، برای من تعریف کرد. چی؟ بابا بهتون گفت؟ بله، یوسف همه چی رو برام میگفت، ولی خب از من خواست که بروتون نیارم. شانس آوردین که باباتون پا در میونی کرد. ای بابا جان، ای بابا جان، خدا بیامرزه بابا رو. امشب چقدر جاش خالی بود. بابا یه دونه بود به خدا، روحش روحش. امیرعلی خوابیده. مرگم زمان کش کنه باشه. تلفن و موافقان مجازات اعدام در دست نیست، اما نام ایران حداقل از انقلاب سال 57 تا کنون در کنار واژه اعدام بسیار شنیده شده. تعداد بالای اعدام‌هایی که سالهاست ایران را در جایگاه دوم جهان پس از کشور چین قرار داده. بفرما. دوباره شروع کرده. این دفعه سوژه جدید. هرس نخور مادر. همه میدونن که دیگه تو این گور هیچ مرده ای نیست. تو هم بی خود خودتو ناراحت نکن. خب به این سادگی هم که نیست مادر من. اتحادیه اروپا سال هاست که منتقد عملکرد جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق بشری است و تحریک هایی هم علیه افراد و نهادهای ناقض حقوق بشری در ایران وضع کرده و هر سال همان را تمدید کنند. بفرمایید. سلام رئیس. سلام. چی شده جناب سروان؟ گزارش رضایی آوردم خدمتتون. چه زود؟ تمامش کردیم؟ آفرین. تمام سعیمو کردم در اسرع وقت تموم شه. این گزارش چه ارتباطی با حوزه فعالیت‌های اداری ما داره؟ بخونمش متوجه میشم. بفرمایید. جسارت میکنم رئیس. در مورد همین موضوع قصاص و تاکید یک سری از شبکه‌های ماهواره‌ای رو قضیه اعدامه. اینا موجی به وجود آوردن که داره اهمیت این موضوع رو خیلی بیشتر میکنه. توی گزارش در موردش توضیح دادم. میدونم این ماجرا ربطی به واحد جرم شناسی نداره، ولی برای من دغدغه شده بود. دوستاشم با شما هم در میون بذارم. کار خوبی کردی. هر چی بیشتر بدونیم کمتر غافلگیر میشه. صبحتون بخیر. خسته نباشید. جناب سرای تشریف آوردن. یه لحظه صبر کن. Thank you.
بله. سلام جانم. سلام. سلام مجید جان، بفهمید. جان سلام، اینم گزارش کامل اخبار اطلاعات مطبوعات و مجله ها. فکر نمی کنم غیر از اینا چیز دیگه وجود داشته باشه. ممنون، خیلی زحمت کشیدی. اینترنت چی شد؟ رضایی گزارش تکمیل کرد؟ بله، رضایی داره روش کار میکنه. همونطور که خودتون میدونید دامنه اینترنت وسیعه. خیلی از اخبار اطلاعات آمار مطبوعات تو اینترنت گذاشته میشه، ولی از اینترنت چیزی تو مطبوعات نمیاد. اگرم بیاد خیلی کمه. آره میدونم. در کل ازت ممنون. به رضایی بگم گزارش زودتر به دست من برسونه. باید برسونم به دست جناب سرنگ. جناب سرنگ، فقط این رضایی. رضایی چی؟ جناب سرنگ، واقعیت این رضایی از من خواسته که به شما بگم اگه امکان داره، اگه ممکنه براتون، یه توجهی بهش داشته باشین، چون دوست داره مثل این که بیاد تو واحد عملیات. باشه، بذار خودم باشه حرف میزنم. الان رفتی هنوز هست؟ نه هستش، اتفاقا پایینه، مجرده دیگه، کار زندگی نداره، تا دیر وقت میمونه معمولا. یعنی ما هم که تا دیر وقت میمونیم کار زندگی نداریم دیگه؟ نه 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 قربان، شما قضیهتون فرق میکنه، جسارت نباشه. اگه امری نداری من مرخص بشم. شما بفهمید، من خودم میام. با اجازه. سلام جناب صاحب. سلام. راحت باش. چرا نرفتی خونه؟ داشتم درباره گزارشی که شما فرموده بودین تحقیق می‌کردم. ناخودآگاه رسیدم به این زمینه تخصص شما توی جرم‌شناسی و اینکه خیلی الان توی دنیا فراگیر شده و همه جای دنیا دارن ازش استفاده می‌کنن. ادامه بدم جناب صاحب؟ بله بفرمایید. داشتم عرض میکردم خدمتون قربان، درباره جرمشناسی از طریق زبان بدن، همکارای عمر آبی ما روش خیلی کار کردن و چند تا فیلم و سریال هم با این ایده ازش ساختن. به این شاخه علاقه داری؟ راستش بله قربان، خیلی وقت بود که میخواستم در این باره باهاتون صحبت بکنم. جناب صاحب محبی، بله رئیس. کجایی؟ داشتم به رضایی فکر میکردم. طفلک خیلی دوستش بیاد تو واحد ما. روحش شاد. بریم، رفیقمون اومد. خوب خوابیدین؟ خواستم بخوابم، اما وقتی به شما فکر کردم خوابم نبود. دلم میسوزه براتون. شما مجبور هستید به اون نتیجه‌ای که موافقتون میخواد برسید. یا باید و من انگ کلاهبرداری بزنید یا وصلم کنید. دروغ گفتن براتون سخت نیست؟ کاش اینقدر که نگران مایی نگران دروغ‌های شاگردات هم بودی. اولین چیزی که به شاگردام یاد دادم داشتن صداقت. اگه میخواید بحثو بکشونید به پرونده تجاوز، من هیچ حرفی برای گفتن ندارم. به 3 نفر تجاوز شده توی مجلسی که تو رو انداختی. من بین بهترین شاگردات. کی داره دروغ میگه؟ شما که اسم کسی رو به من نمیگید، لااقل بگید به کی تجاوز شده، کی از من شاکیه، شاید بتونم کمک بکنم بهتون. مرد حسابی، مرد و زن غریبه رو انداختی توی اتاق دربسته که انرژی آزاد کنن؟ تو فکر نکردی سر اون دختر طفل معصومی که میخواست راه درست رو برای زندگیش انتخاب کنه چی میاد؟ حالا تو شدی مظهر صداقت برای من. شما فرد محترمی هستین،
و میدونم به اعتقادات خودتونم پایبندین. ما نباید فراموش کنین حتی فردی مثل شما میتونه فریب بخوره. قبول کنید که عده بدون در نظر گرفتن افکار شما به نحوی خودشونو به شما نزدیک کردن و با کمک مالی تونستن شما رو به سمتی ببرن که خودشون دلشون میخواست. یعنی پول خرج کردن که بتونن با یه خانم. من دیگه ادامه نمیدم. از همین الان میخوام دست به اعتصاب غذای خوش بزنم. هر طور مایلید. گوش کن آقای محترم، من خودم دارم رد همه حسابا رو میزنم، تو هم که حرف نزنی همه رو پیدا میکنم، اون وقت خیلی باهات کار دارم. به نظرم اگه ادامه بدیم انشالله به نتیجه میرسیم. ببخشید از بالاست، باید جواب بدم. ببخشید. بله جانم. خب کجا؟ بسیار خوب، خودمو میرسونم. اسم اینکه قرار دوباره طرفدارا شلوغ کنن، از بالای جلسه امنیتی فوری گذاشتن. من باید برم، هر اتفاقی افتاد در جریانتون میذارم. با اجازه. خواهش میکنم. به سلامت. حواست بود؟ همون عکس العملای قبلی. تا وقتی قبول نکنه خودش هم بازی چسب ما را نمیاد. تازه اعتصاب غذا هم میخواد بکنه، داره میره تو لاک دفاعی. یکی از همکارا قرار بیاده داره باش مناظره کنه، فکر کنم حریف خوبی باشه براش. رئیس جسارتن خواهش داشتم ازتون. بفرمه. میتونم براننده حرف بزنم؟ نه درست نیست پسر متوفا بازجویی کنه، قانونی هم نیست. ازت میخوام که بری و به من اعتماد کنی. به هر حال ما هم یه چیزایی بلدیم. جسارت منو ببخشید، حق با شماست. خواهش میکنم. بریز. به سلامت. Thank you.
بیدار شدی؟ برو تشنگی برم من. رئیس ببخشید. سلام. سلام. داشتم میامدم اتاقتو. کاری داشتی؟ من کاملا درک میکنم نباید تو این پرونده دخالت کنم، ولی این عکس ها مربوط به فیلم این دیویدیه. سربان محبی، ازت خواسته بودم تو این کار دخالت نکنی. من ازتون عذرخواهی میکنم، ولی خیلی اتفاقی اینا رو پیدا کردم، گفتم ممکنه کمکمون کنه، یعنی کمکتون کنه. چجوری پیدا کردی؟ این عکس مربوط به ثانیه 40 همین فیلمه. یه ساعت جیبی تو دسته یه آدم، چی میتونه بار بده؟ بابا بعد از تصادف توی آمبولانس یه ساعت که عکس یه دونه ستاره روش بود اشاره کرده بود. منم تو همه فیلم دیدمش. باشه، میگم تحقیق کنم. ممنون رئیس. بله. الو سلام، حسن زادم. سلام، من چرا یادم میره شماره شما رو سیف کنم؟ آقا سعید، آدرس رو برات اسمس کردم، طرف نیم ساعت اونجا وایستاده، همون کارگره، اگه بجنبی خودتو بهش برسونی شاید چیزی دستگیره. چه باش، شما خودت هم میای؟ فکر نکنم، گرفتارم، اینورم خبراییه، با هم در تماس باشیم. چشم، من میرم. یا علی. یا علی، خداحافظ. روزای پدر دختری زیاد داشتی بابا. اما روزای دلتنگی پدر دختری نداشتی بابا. نداشتی. دلم برای بازیمون تنگ شده. برای زنگ آغاز که چیه بچگی؟ دوست دارم ببازم. تو هیچ وقت نذاشتی که من ببازم. حاضرم نصف عمرم رو بدم، فقط یه بار، یه بار دیگه صدا تو بشنوم، یه بار دیگه گرمای دستاتو ببینم بابا. امشب خواستگاری بیم، کاش بودی، کاش بودی بابا،
بیرون مثل سگ جلوی بچه من نمایشگاه پرت کرد بیرون، ولی امروز افتاده جلوی پاهم. اینا یوسف محبی ها که یه شهر رو انگوشتش میچرخون کردن زیر خاک، به خود این رحم ندارن. سارا این فیلم تا الان 2 میلیون بازدید کننده داشته تو شبکه‌های اجتماعی. این ویدیو اخیراً در داخل ایران بازتاب زیادی داشته. تاریخ اجرای حکم کیه؟ خانم التماس میکنم، خانم خواهش میکنم، تو را به روح پسرت رحم کن. رحم؟ مگه پسر شما به پسر من رحم کرد؟ بس میخوای رکورد منو بزنی؟ سلام خانم، ببخشید من میخواستم بدونم. من مصاحبه نمیکنم. حواستون رو جمع کنید، هر کسی دوربین دستش بود داشت فیلم میگرفت و دستگیر میکنید. الان وقتشه خودتون نشون بدید. شما اینجوری